فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته است که در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، رسانه ها در این کشور همچنان با چالش های جدی مواجهند. این فدراسیون روز جمعه 19 مرداد با ابراز نگرانی از بسته شدن 17 رسانه در ننگرهار، ادامه تعطیلی رسانه های افغانستان را محکوم کرده و خواستار بازگرداندن مجوز فعالیت این رسانه ها شدند. گفتنی است پس از سلطه طالبان در افغانستان، ده ها رسانه تصویری و چاپی مسدود شده و هزاران خبرنگار نیز مجبور به ترک کشور و شماری نیز بیکار شدند. گروهی از مردان مسلح روز گذشته حملات هماهنگ را به 3 پست نظامی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان انجام دادند که بنابر گزارش‌ها چندین پرسنل امنیتی کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش بخش روابط عمومی و رسانه‌ای ارتش پاکستان، این حمله در سحرگاه روز جمعه در منطقه مرزی خیبر رخ داده و منجر به کشته شدن حداقل 3 سرباز و 4 مهاجم شد. شایان ذکر است گروه موسوم به گل بهادر در یک فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی بحران شدید غذایی در سودان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با ارسال پیامی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا میلیون ها کودک سودان را که با خطر گرسنگی مرگبار مواجه هستند نجات دهند. شاین ذکر است گزارش اخیر یونیسف نشان می دهد 14 میلیون کودک در افغانستان، ببخشید در سودان، به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند. در بخش از بیانیه این سازمان چنین آمده که با توجه به شرایط غم‌انگیز ملت سودان، سازمان مسلمان آزاده امیدوار است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به این درخواست فوری پاسخ دهند و به کمک های بشر دوستانه خود به کودکان سودان بیفزایند. باستانشناسان میگویند حکاکی هایی که روی یک ستون سنگی بزرگ در گوبلکی تپه در جنوب ترکیه پیدا شده است، احتمالاً ناشی از قدیمی ترین تقویم خورشیدی و قمری در جهان دارد. این ستون شامل 365 نماد وی‌شکل است و محققان در دانشگاه ادینبرو اسکاتلند بر این باورند که هر نماد نشان دهنده یک روز بوده و کل تقویم شامل 12 ماه قمری به اضافه 11 روز اضافی است. علاوه بر این نمادها، پژوهشگران حکاکی از یک جانور پرنده شکل را با شکل وی در دور گردنش مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنان دریافتند که این سنگ نگاره می تواند به لحاظ نجومی نشان دهنده انقلاب تابستانی در آن زمان باشد. دانشمندان علت تغییرات آب و هوایی و گرم شدن بیش از اندازه زمین را در گذشته این کره خاکی جستجو می کند. بر اساس یک مطالعه‌ای که اخیراً توسط اندیشکده ETH زوریخ منتشر شده، بینش‌هایی در مورد گذشته آب و هوایی سیاره ارائه شده و دیدگاه منحصر به فردی را در مورد اثرات گرمایش امروز مطرح می‌کند. گفتنی است این تحقیق توسط دانشمندان زمین‌شناسی در اندیشکده ETH زوریخ با همکاری مؤسسات برجسته از جمله دانشگاه آریزونا، دانشگاه لیدز، CNRS تولوز و مؤسسه فدرال سوئیس انجام شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، دانشمندان دریافتند که با خوردن میوه به عنوان صبحانه هفته دوبار می توانید به کوچک شدن شکم و پهلوی خود کمک کنید. گفتنی است خوردن میوه ها به خصوص میوه های کم قند و کم چرب به دلیل فیبر باعث کاهش چربی و کاهش وزن می شود. بهترین زمان خوردن میوه از نظر طب سنتی نیز خوردن آن با معده خالی و یا با فاصله از وعده های غذایی است.